بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام و احترام خدمت شما بینندگان تلویزیون جهانی هادی. بسیار خرسند هستیم که بار دیگر با برنامه به وقت بیداری به طور زنده در خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی هستیم. امشب در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام والمسلمین روحانی بزرگوار قرار داریم با یک موضوع قرآنی و بسیار بسیار جذاب و به درد بخور که عرض خواهیم کرد خدمت شما. قبلش یک سلام علیک با کارشناس محترم انجام بدیم. سلام علیکم خدمت جناب استاد روحانی بزرگوار، بسیار بسیار خوش آمدید به برنامه خودتان. سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما. علیکم السلام. بینندگان عرض ادب و احترام دارم و آرزومندم که انشالله در مسیر زندگی همیشه همراه با موفقیت ها و سربلندی ها و بهروزی ها باشن و اسباب سعادت آخرت رو بتونن در حیات دنیایی بر خود خوب رقم بزنن. بسیار سپاسگزار هستیم. انسان برای رسیدن به موفقیت و گذشتن از موانع بسیاری که در سر راه زندگیش هست نیاز به کمک از دیگرها داره. کمک ها میتونه مختلف باشه. یکی از اقسام کمک هایی که انسان میتونه در رسیدن به هدف بسیار بسیار کمک کنه پند و نصیحت گرفتن از بزرگان هست، از کسایی که تجربه بیشتری از ما داره، علم و دانش بیشتری از ما داره، قرب بیشتری به درگاه خداوند داره. به همین خاطر موعظه و نصیحت در فرهنگ دینی ما جایگاه بس بزرگی داره و این نصیحت و موعظه وقتی راهگشاتر و بسیار بسیار ارزشمندتر میشه که در قرآن باشه. موضوع بحث امشب ما هست حکمت‌های قرآنی با تأکید بر نصایح پدرانه حضرت لقمان حکیم. بله، خدمت جناب روحانی بزرگوار همون قسمی که عرض کردم، من خدمت بینندگان عزیز و گرامی درباره نصیحت‌های پدرانه لقمان حکیم هست که در قرآن و هم در سوره لقمان آمده. در اگر قبل از اینکه به اصل اون بحث بپردازیم، به عنوان مقدمه موعظه و نصیحت را یک مقدار برای ما باز کنید و اینکه در اسلام چه جایگاه و کارکردی داره. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در جوابی که به سوال حضرت عالی میشه انسان بپردازه، خب یکی از شیوه های هدایتی خدای متعال در قرآن استفاده کردن از پند و اندرز، از نصیحت و موعظه استفاده میکنه و قرآن است که این نصیحت و موعظه راه گشای زندگی انسان باشه. قرآن است در پرتو نصیحت و در قالب موعظه بندهایی که به دست و پا و فکر انسان تنیده شده، این بندها از دست و پای انسان باز بشه در قالب همین پندی که به انسان عرضه میشه. بعد از این که این پندها رو انسان شنید، خب عمل میکنه، غالبا اهل عمل میشه، یا اگر عمل نکرد در فردای قیامت اون زمان گرفتار بند میشه. گفت پند است خطاب مهتران، آنگه بند چون پند نهند و نشنوی بند نهند. اول ما رو پند میدهند، اندرز میدهند، نصیحت میکنند. اگر ما دل به پند و اندرز رو سپردیم، گوش دادیم، او زمان خب اون آزادی، اون عظمت، اون فوز و فلاح در ما ایجاد میشه. و اما اگر متاسفانه
بر سیه دل چه سود خواندن وعظ، ننود میخ آهنین در سنگ. حال و روز ما بود، بله، او زمان است که او بندهای قیامتی و دست و پای انسان هست، نتیجه عکس میته. بله، قرآن از این شیوه خیلی استفاده کرده. اصلا شما قرآن رو که نگاه میکنیم، خدای متعال خودی به عنوان یک واعظ هم داره مردم رو نصیحت میکنه و هم در یک حدی بالاتر پیامبران الهی رو داره موعظه میکنه. و حضرت نوح علیه السلام فرمود انی اعیذک ان تکون من الجاهلین. جناب نوح نبی، من خدا تو رو پند میدم، تو رو موعظه میکنم، تو رو اندرز میدم، و جهتم اینه که با این مرهم پند زخم جهل و جهالت در وجود انسان دوا بشه، مداوا بشه، درمان بشه. گاه خدای متعال آمده است این مقام وعظ و ارشاد و موعظه رو احراز کرده و واعظ شده. گاه پیغمبر اسلام، در قرآن میخونیم توی مبارکه سبع هست که پیغمبر اسلام صلوات الله و سلامه علیه میفرماید قل انما اعظکم بواحده، یک نصیحت برای شما بیشتر ندارم، یک پند و اندرز که بتونه مسیر زندگی رو برای شما هموار کنه، عین یک چراغ و نور افکنی باشد، تمام ابعاد زندگی شما رو نور بیفشاند، برای شما دارم. و او هم اینه که انتقوم لله، برای خدا قیام کنه، برای خدا حرف بزنه، عمل شما رنگ بوی خدایی داشته باشه، یعنی کار رو برای خدا انسان بیایه انجام بده، خدا محور باشه، بله، اخلاص داشته باشه انسان در زندگی. خب پیغمبر آمد موعظه کرد، اصلا قرآن خودی و موعظه است. قرآن خودی و میتونه موعظه باشه که در سوره مبارکه یوسف یونس فرمود قد جاءتکم موعظتم من ربکم. ما یه قرآن که فرستادیم به دست پیغمبر، محتوای او پند اندرز موعظه است، و اگر این پند و اندرز و موعظه رو انسان بشنوه، دل بده، عمل کنه، بعد میگه میشه و شفاء لما فی الصدور. همین پند و اندرز میتونه اسباب شفای آدم باشه، اسباب پاکسازی دل و جان و روح و روان آدمی باشه از تمام آفتها و شرورهایی که انسان به انسانیت رو میتونه تهدید کنه. این جایگاه موعظه. و وقتی هم که انسان روایات اهل بیت علیهم السلام رو نگاه میکنه، تأکید فراوانی به موعظه شدن و موعظه شنیدن صورت گرفته، تا جایی که آمدن اون مقاماتی که انسان کسب کرده، درجات و ملکاتی که انسان تونسته اونها رو احراز کنه در مسیر بندگی و عبودیت خدا، گفتن اگرچه که به اوج رسیدی، اما ای به معنای بی بهره بودن تو از موعظه نیست، به معنای این نیست که دیگه موعظه و پند و اندرز به کار تو نیاید. بله، تا جایی که ما میبینیم پیغمبر با ای که عقل نخست علت تام وجود، والی امکان و خداوند جود هست، پیغمبر کسی است که معلم و مربی او خداست، علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما. خب پیغمبر مقام از همه موجودات و مخلوقات بالاتره. بله، گاه حضرت پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه، جبرئیل که محضر اینو مشرف میشون، از او تقاضای موعظه میکردن، گفتن یا اخا جبرئیل اذنی، میشه یه چند جمله مرو نصیحت کنی، یک چند جمله موعظه و نصیحت بر من مطرح کن. که اتفاقا در روایات هست، در روایات هست اون نصایح و مواعظی که جناب جبرئیل در پیشگاه پیغمبر می آمد مطرح میکرد، که بسیار هم محتوای عالی داره. بله، شما امیرالمؤمنین سلام الله علیه برترین شخصیت بعد از پیغمبر اسلام، اما همین امیرالمؤمنینی که سینه او سینه صحرایی است از علم و معرفت، هر علمی و فضلی اگر باشه در اختیار امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست. خدا بهم از طریق پیغمبر این علم و معرفت رو به امیرالمؤمنین علیه السلام عنایت کرد، اما نکنه
در بین اصحاب و یاران امیرالمؤمنان یکی از متوسط ها اینا، حتی پایین تر از متوسط، ابن عباس. شیعه و سنی او رو قبول دارن. بله. و او حبر الامه میگن، عالم امت به او لقب میدن. یک زمانی امیرالمؤمنین صلی الله علیه ابن عباس رو صدا میکردن، بعد میگفتن ابن عباس بیا بنشین یک چند جمله مر نصیحت کن. عجب. امیرالمؤمنینی که تمام علم و معرفت ها به پا به قلبی و پای و باز شده، از یک شاگرد متوسط خود تقاضای نصیحت میکرد. حال روز ابن عباس اینه که یا امیرالمؤمنین، من چیان دانم که شما به من تعلیم ندادین؟ اصلا من چیزی بلد نیستم و اگر هم یاد گرفتم، بلبل از فیض گل آموخت سخن، ورنه نبود این همه قول و غزل تعبیه در منقارش. هرچه که یاد دارم از خرمن علم شمایه، حالا به چی بیام برای شما عرض کنم، نصیحت کنم؟ آقای عالم امیرالمؤمنین صلوات الله علیه فرمودن ابن عباس در شنیدن چیزی است که در دانستن نیست. خیلی اوقات یک حرف رو شنیدیم، یک حرف رو اصلا گفتیم، از قلم ما این مسئله بر سطور کتاب نقش بسته، اما این به معنای بی‌نیاز بودن ما نسبت به این مسئله نیست. کیره خود ما بشنویم از زبانی کسی دیگری. بسیار عالی جناب استاد، برمیگردیم به این بحث. قبلش اجازه بدین که همراه با بینندگان عزیز و گرامی ما میان برنامه ای را ببینیم. سلام دوباره خدمت شما همراهان عزیز و گرامی تلویزیون جهانی هادی. با برنامه به وقت بیداری همراه شما خوبان هستیم. امیدواریم که تا پایان این گفتگو با ما باشین. اجازه بدین که برگردیم خدمت کارشناس محترم و ادامه بحث. بله جناب استاد بزرگوار، استاد روحانی، از زبان امیر مؤمنان که از ابن عباس، از شاگرد خود تقاضای موعظه میکنه و بعد در جوابی او که او تعجب کرده بوده که علی از ما درخواستی موعظه میکنه، میگه مرا موعظه کو، فرمود در شنیدن چیزیست، خاصیتیست، اثریست که در دانستن نیست. بسیار بسیار نکته ارزشمندیست. ما ممکنه چند صنف درس بخونیم، مثلا عنوانی را کسب کنیم، ممکنه عنوان دکتر شویم یا مهندس شویم یا مثلا مولوی و حجت الاسلام عالم دین شویم، چی بسا که بگیم ما که میدانم دیگه، پس چی فایده و چی نیاز است که برم از کسی دیگه بشنوم؟ این در فرهنگ دینی ما چی جوابی داره؟ خدمت شما عرض کنم که از باب تأثیرگذاری که موعظه در وجود انسان میتونه داشته باشه، بله، و راه گشایی که در مسیر زندگی داره، بزرگان توصیه به این فرمایش میکردن. لذا میرفتن همین رقم که شما فرمودین پای نصیحت و صحبت دیگران مینشستن. حالا پیغمبر باشه، امیرالمؤمنین باشه، یک دیگری رو صدا میکردن که بیا یک حرفهایی بزن که برای ما قابل استفاده باشه. اصلا نکنین قرآن یک آیاتی داره که اینها رو ما میفهمیم. آیات قرآن رو میشه تقسیم کرد، یک آیاتی در قرآن هست جنبه علمی داره، یعنی قبلا ما نمیفهمیدیم، خدای متعال از زبان پیغمبر در قالب آیات وحی این علم رو به بشر عرضه میکنه، یک سری حقایق آشکار کرده. اما برخی از
حقایق هست، برخی از مسائل هست، قرآن هم نمیگفت ما اینو رو یاد داشتیم. بله. مثل چی؟ مثل یه آیه که میگه هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اگر کسی به تو خیر کرد تو هم تشکر کن، تو هم نیکی کن، نه که به ما لطف کنن ما نفرت نشان اونها بده. در واقع فطریات هست، انسان با همون فطرت خودش درستی او را درک میکنه یا مثلا نادرستی او را ممکنه درک کنه. یا این آیه که در قرآن خیلی هم شنیدن بینندگان و محترم ما که میفرماید و بالوالدین احسان، حتی یک آقازاده دختر خانم خردسال هم میفهمه که باید به پدر مادر خود احترام کنه، ادب بنمایه در مقابل. بله. اما در قرآن این آمده مطرح شده، این جزء همون آیاتی است که جنبه ذکری داره، یعنی در وجود ما هست، به تعبیر حضرت عالی جزء فطریاته. اما گاه متاسفانه این فطرت ما انقدر گرد و غبار بر او نشسته که ما با این که میفهمیم اما و عمل نمیکنیم. کیه که نفهمه باید در قبال نیکی نکویی انجام بده؟ اما گفت کس نیاموخ تیر علم تیر از من که من عاقبت نشانه نکرد. میگه به هر که رفتم تیر زدن رو یاد دادم، از آخر دیدم که سینه خود من هدف گیریم. این دور شدن از همین آیه است. یا یک مسئله ای که رهاورد شوم غرب در در کشورهای اسلامی یک چیزی به اسم خانه سالمندان متاسفانه ما مشاهده میکنیم، یعنی که من با ای که فرزند هستم ترک احسان به پدر و مادر میکنم. اینجا نیاز هست که یک تذکر به ما بدن، یک تلنگر بیان به وجود ما بزنن. موعظه میتونه همین مسئله رو در آدم تأمین کنه، چیزهایی که میدانیم، چیزهایی که ای بسا از زبان ما به دیگران هم گفته شده. بله. اما باز هم می طلبد که انسان با شنیدن اون یک تذکری باشه و یک تلنگر باشه ولی برای که بتونه به او بهتر عمل کنه، چون صرف دانایی نیست، درست کارایی هست، به دانستن نیست، به این که انسان بتونه از اون بهره بگیره. از بزرگان و علما اسم رو حتما بینندگان و محترم رو شنیدن، شیخ مرتضی انصاری رحمت الله علیه، حدود 190 سال قبل از دنیا رفته. بله. او رو میگن خاتم الفقهاء و المجتهدین. خب از ابتدای هفته تا روز چهارشنبه شیخ درس فقاهت میده، درس اجتهاد میده، بزرگان و علما میان پیشی و شاگردی میکنن، از محضر علمی و اون کسب فیض میکنه. کسانی مثل آخوند هروی، آخوند ملا کاظم هروی، شاگرد شیخ انصاری. بله، از بزرگان شاگردان شیخ هست. سعید العلماء مازندرانی از شاگردان شیخ هست. خب نقل میکنن پنجشنبه که میشو همین شیخی که در کسوت و استادی از اول هفته تا پایان هفته درس میداد و شاگردانی از محضری استفاده میکردن، روز پنجشنبه که میشد میرفت پای درس یکی از شاگردان خوک و بعدن شد حضرت آیت الله اسد علی کشمیری درس اخلاق میگفت. بله. و شیخ هم میرفت در درس اخلاقی و حضور پیدا میکرد، برای اعتراض میکردن این شاگرد شماست، درست از اول هفته تا پایان هفته از خرمن علمی تو خوشه میچینه و از آخر هفته شما میری پای درس او، این خوب نیست. میگفت انسان باید بشنود، یک چیزهایی به گوش او برسه تا نوعی تلنگر باشه، این زنگان غفلت رو از دیده انسان پاک کنه. یک سنت بسیار حسنه در حوزه های علمیه ما وجود داشت و البته الان هم وجود داره، منتها در سابق بسیار پررنگ بوده که همین آخر هفته معمولا پنجشنبه ها میگذاشتم برای درس اخلاق. درس های معلوف فقه و اصول و تفسیر و بقیه درس ها در طول هفته بود، ولی پنجشنبه درس اخلاق بود و استاد اخلاق می آمد و بعضی ها را من مثلا خودم شاهد بودم که منتظر بودن از اول هفته تا آخر هفته که پنجشنبه شود و زنگارهای قلبشان در نشستن و شرکت در این جلسه و شنیدن بزدایه و انگار قلبشان انگار صفا پیدا میکرد، جلا پیدا میکرد. بله. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نامه 31 نهج البلاغه در اون منشور جاوید طبیعتی که امام مجتبی علیه السلام نوشتن فرمودن که یا بنی
احیی قلبک بالموعظه. حسنم، اگر میخواهی که دل و جان تو همیشه آباد باشه، جان تو همیشه بله. مأمور باشه، راه اینه که هر روز پای موعظه بنشینی. البته موعظه تنها موعظه شنیداری نیه، بله. دیدن هم میتونه انسان رو به موعظه برسانه. هر آنچه که برای انسان تلنگر باشه، بله، یک کشتاری باشه، موجب بیداری شوه. بله، در فرمایشات موسی بن جعفر صلوات الله علیه هست که اون حاکم ظالم زمان خود که از حضرت تقاضای موعظه کرده بود، امام فرمودن که ما من شیء تراه عیناک الا و فیه موعظه لک. با هارون نوشتن که هارون، هیچ چیزی در شعاع دید تو قرار نمیگیره مگر ای که میتونه تو موعظه کنه. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتریست معرفت کردگار. یا حافظ میگه چنگ در پرده همین میدهدت پند، ولی وعظتان گاه کند سود که قابل باشی. مهم اینه پس که قابلیت هم مهم هست. قابلیت هم خیلی هست، ممکنه یک سری اتفاقات رو ببینه، یک سری حرفای رو بشنوه، ولی هیچ تأثیری نباشه، مثل همه حکایت کوبیدن میخ آهنین بر سنگ باشه. اصلا ما داریم که عده‌ای میامدن پیش امامان معصوم، پیش شخص پیغمبر و تقاضای موعظه میکردن. امام رضا علیه السلام نقل میکنن که یک شخصی به اسم ابو ایوب خالد ابن زید آمد محضر پیغمبر و بعد از حضرت پیغمبر تقاضای موعظه کرد. گفت اوصنی یا رسول الله، منو چند جمله نصیحت کنید. پیغمبر فرمودن که اگر من تو نصیحت کنم به کار میبندی؟ گفت بله یا رسول الله، این سایه شما و آموزه هایی که شما برای من میدین، اینها رو آویزه گوش خون میکنم، به تعبیری دوست دارم که در مسیر زندگی به اینا عمل کنم. پیغمبرم 5 تا موعظه آمدن به او انجام دادن، بله، که در کتاب های حدیثی ما هست. یک شخص محضر امام جواد علیه السلام رسید و تقاضای موعظه کرد، فراوان داره ما مثل اینها. و امام هم در اون موعظه‌ای که عرض کرده بود، آجان موعظه بنمایید اما مختصر باشه، که ما به ذهن خور جای بودم، امام فرمودن سن نفس که من نار آجله و نار آجله، یعنی جان خود رو بیا از اون آتشی که فردای قیامت هست حفظ کن، امروز خود رو در مقابل اون آتش مقاوم بساز. و از طرفی چون گناه میکنی، گناه یک آری داره، یک ننگی داره، و این ننگی و امروز هست گناه که انسان میکنه، متاسفانه این لکه ننگی میشه به دامن انسان. امام فرمودن سن نفسک من نار آجله، آتشی که بعدن میایه، و عار آجله با عین، بله با عین، اولی با الف آجله، بله، و دومی با عین عاجله. بله، خدا شما خیر بده که این آسان سازی رو انجام داده، سلامت بشه. خب این نمونه های فراوان داره که ما میبینیم میامدن محضر اهل بیت علیهم السلام و تقاضای نصیحت میکردن، و این نصیحت ها به خاطر اینه که گفت نصیحت گوش کن جانا، که از جان دوستر دارند جوانان سعادتمند پند پیر دانا را. حقیقتا اگر یک پیر فرزانه بیای انسان رو نصیحت کنه، پند بده، اندرز بده، میتونه از همه چیز بره انسان در زندگی بهتر باشه. یک جمله گاه میتونه به انسان انقدر گرما ببخشه که 60 سال مسیر و عمر انسان با گرمای همین جمله بتونه بپیمایه. همون قسم است. با قول امروزه ها ممکنه یک بیت شعر یا یک جمله بسیار کوتاه او روز انسان بسازه. بعض وقتا هست جناب استاد که آدم مثلا در فضای مجازی، در کنار اینکه ممکن یک سری معایب و آسیب هایی داشته باشه، فایده های بسیاری هم داره، در فضای مجازی یا یک پوست رو باز میکنه، یک استوری رو که انسان میبینه از یک آدم خوش ذوقی گذاشته، آدم اهل معنایی که گذاشته، انسان لذت میبره. یعنی یک انرژی در اون هست، یک پند و یک موعظه و یک تلنگری هست که انسان بسیار بسیار از او می آموزه. پس یک فضای بسیار گسترده‌ای هست، تنهایی نیست که
حتما باید به کلام باشه، ممکن یک نوشته ای باشه، ممکن یک جمله در یک کتابی باشه، که اینها ممکنه این کار کرده وعظ و بیدارگری رو داشته باشه. باز هم در این قسمت گپ میزنیم، هنوز موضوع اصلی بحث مطرح نشده. قبلش با اجازه شما و همراه با بینندگان عزیز و گرامی ما میان برنامه ای را میبینیم. مثبت 964 780 255 40 13 پول ارتباطی تلویزیون جهانی هادی و این برنامه، برنامه به وقت بیداری با شما بینندگان عزیز و گرامی. شما میتونید از طریق واتساپ و تلگرام پیام هایتان در قالب متن و صدا برای ما بفرستید. همین قسم هر نوع مطلبی که به درد شبکه میخوره میتونید به صورت ارمغان و تحفه برای ما بفرستید و همینطور میتونید که از طریق واتساپ به صورت زنده و مستقیم با ما تماس بگیرید و همکارای ما در خدمت شما هست برای ارتباط با شما و پاسخ به سوالهای شما. اجازه بدین برگردیم خدمت کارشناس محترم و ادامه بحث. بله جناب استاد بزرگوار، در ابتدای بحث من خدمت بینندگان گفتم که موضوع ما نصیحت های قرآنی است با تمرکز بر نصیحت ها و نصایح پدرانه لقمان حکیم که در سوره لقمان مطرح شده. خب قبل از اینکه به اصل نصیحت ها بپردازیم، یک مقدار درباره شخصیت لقمان که از او در زبان مردم ما به لقمان حکیم هم یاد میشه، مقدار بفرمایید که لقمان کیست و چرا خداوند آمده از زبان او مردم و از جمله ما را نصیحت کرده. بله، خدای متعال در خصوص جناب لقمان یک تعبیر بسیار زیبا و رسایی را استفاده کرده و به کار گرفته. مگر لقمان کسی بود که خدا چشمه‌های حکمت رو در وجودی و جریان داده بود. ولقد آتینا لقمان الحکمه، همون حکمتی که خدای متعال به عنوان یکی از مهمترین عنایت ها و الطاف خود به پیغمبران خود عنایت کرده، این حکمت رو به لقمان هم داده. درست. همون حکمتی که گفت هر کسی که حکمت داشته باشه در زندگی دنیا به خیر کثیر رسیده و من یعطی الحکمه فقط اوتی خیرن کثیر. حکمت چی هست جناب استاد؟ بله، حکمت به معنای دانش های ثابتیه که هیچ گونه نقضی و اشکالی در حقیقت اونها دیده نمیشه. او دانش محکم و استواری که بله، قابل نقض نیست. چون گاه نها کنن یک نظریه پرداخته میشه، یک نظریه رو میان مطرح میکنن به عنوان یکی از فراورده های علمی، بله، اما بعد از چند مدت این نظریه قابل خدشه است. بله. نظریه رقیبی پیدا میشه. بله. نقض میشه. اما اگر حکمت بود، یعنی او دانش ثابت و محکمی که هیچگاه از بین نمیره، همیشه ثابته، بل، قابل نقض نیست، قابل از بین رفتن نیست، این خب میگن حکمت. پس آیا ما به دانش های بشری میتونیم حکمت بگوییم؟ حالا زیاد از موضوع بحثم دور نشه، ممکنه این سوال به ذهن بعض بینندگان برسه. با توجه اینکه دانش بشری حاصل تجربه اش هست و تجربه هم آزمون و خطا هست، امروز به این نتیجه رسیده و فردا ممکنه کسی دیگری یا عقل دیگری بیاید مثلا او را رد کنه و نقض کنه و یک حقیقت دیگری یا یک دانش دیگری در جای او بشانه. بله، به شکل عمومی نخیر، نمیتونم بگیم همه دانش های بشری اینها در مقوله حکمت تعبیه شده و میگنجه. بله. اما به شکل سالب موجبه جزئیه میتونم بگیم بله، برخی از علومی که بشر دانه
اینها میتونه مصداق حکمت باشه. بله، مقوله حکمت گنجانده میشه. بله. و لقمان چنین شخصیتیه، انسان حکیمی است. قبل از حضرت عیسی روح القدس 600 سال قبل از عیسی در زمان حضرت داوود ظاهراً یه بزرگوار زیست میکرده و در همون زمان هم نصیحت های او در بین مردم مشهور بوده و در عظمت لقمان همین بحث که گفت حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین مثل امیر المؤمنین مثل امام صادق همون پندها و اندرزهایی که لقمان گفته بودن و بر مردم می آمدن توصیه میکردن. امیر المؤمنین سلام الله علیه گاه داریم که نصیحت های لقمان رو می آمدن به عنوان یک متن و محتوای تبلیغی برای ارشاد مردم مطرح میکردن. فرمودن که لقمان به فرزند خود گفت که عزیز پدر، دو تا چیز رو هیچگاه فراموش نکن و دو چیز رو هم خیلی سریع از ذهن خود دور کن. این رو امیر المومنین از زبان لقمان میگه. یعنی فراتر از اون نصیحت هایی است که در سوره لقمان آمده که در روایات مطرح است. بله، اصلا ما در همین لایحه لقمان کتاب داریم، مرحوم آیت الله رئی شهری. بله. کتابی دارن که نصایح و مواعظ لقمان در روایات اهل بیت علیهم السلام. امیر المومنین در همین روایت فرمودن لقمان به فرزند خود گفت دو چیز رو زود فراموش کن، اگر به مردم خیری کردی و یا اگر مردم به تو بدی کردن، اینا رو از ذهن دور بدار و دو چیز رو هم هیچگاه از ذهن خود دور نکن، خدا و یاد خدا و یاد مرگ رو. خب یه عظمت لقمانه یک شخصیتی مثل امیرالمؤمنین بیای از محتویات نصایح او مایه بگیره و اندرز کنه. مهمترین ویژگی که جناب لقمان در قرآن از او مطرح شده همین حکمت داشتنه. ولقد آتینا لقمان الحکمه، آنقدر اهمیت داره که ما یکی از سوره های قرآن را هم به نام او میبینیم. سوره ای در قرآن داریم به اسم سوره لقمان. یک زمانی یک شخصی آمد پیش لقمان و از او سوال کرد که الست عبدن لآل فلانن؟ جناب لقمان، آخه من شنیده بودم که تو خادم و پیشکار فلان قبیله بودی، در خانه فلان شخص داشتی به عنوان پیش خدمت کار میکردی، درست؟ گفت بله. از او سوال کرد که فعلا ما بلغت ما بلغ، و چی کار کردی از اون نوکر بودن و مردم به این آقایی و سیادت دست پیدا کردی؟ لقمان گفت 6 تا ویژگی در زندگی ما بود، به خاطر این 6 ویژگی مستحق بودم و اینها به زکاتم دادن، این حکمتی که در وجود ما هست به خاطر هموناست. از جمله گفت که من در زندگی سعی کردم زبان رو جز به راستی باز نکنم، صدق الحدیث، راستی و درستی در گفتار، صداقت در گفتار. دوم گفت ادا الامانه، انسان امانتداری بودم، گاه مالی از مردم پیش ما بود در امانت نا خیانت نمیکردم، گاه ارز مردم و آبروی مردم پیش ما امانت بود، باز هم امانتداری میکردم. بعد گفت و غض و بصری، اگر من لقمان حکیم شدم به خاطر که مدیریت در نگاه داشتم، چیش مخور مدیریت میکردم. بعد گفت و عفت و بطنی، من سعی میکردم که شکمم عفت داشته باشه. عفت بطن به معنایی که حلال و حرام، حلال و حرام دقت میکردم که لقمه پاک بخورم. و اگر انسان حقیقتا لقمه پاک بخوره میتونه کار خیر انجام بده. در سوره مبارکه مؤمنون خدا به پیغمبران به شکل عمومی توصیه میکنه که یا ایها الرسل کلوا من الطیبات، غذای پاک و طیب بخورید، بعد و عملوا صالحا، او زمان بیاید عمل صالح انجام بدین. یعنی اگر انسان بخواد عمل صالح بکنه، کار خیری انجام بده، نماز شبی بخونه، یک زیارت درستی انجام بده، باید حتما او ورودی هایی و خوراکی و طعمی و پاک باشه. و در آخر گفت و ترک و مالا یعنینی، یک کارهایی ربط به من نداره، ارتباطی با من نداره، من دیگه خود رو شریک و دخیل در این کار نمی کردم. چیزی که مرتبط به من بود از باب وظیفه او را انجام می دادم، اما اگر کاری مال مردم بود،
حرفی به من ارتباطی نداشت، کاری مربوط به من نبود، دیگه من خود رو در او شریک نمیکردم، کاری که ربطی به من نداشت. یعنی دنبال کار مردم نبودم، دنبال ای که بیام یک حرفی برای مردم درست کنم، یک چیزی بیام برای مردم بچسبونم، هیچگاه نبودم. این ویژگی ها در من بود، خدای متعال به پاس این ویژگی ها آمد حکمت رو هم در وجود من ایجاد کرد. مهم اینه که این حکمت در لقمان هست و اگر ما هم خواسته باشیم به این حکمت برسیم، همین مسیری که لقمان آمده بیان کرده یا همین فرمایشاتی که خدای متعال از زبان لقمان آمده در قرآن مطرح کرده، اینا رو بفهمیم و عمل کنیم، انشاءالله او چشمه های حکمت رو خدای متعال از قلب ما به زبان ما میتونه جاری بکنه. جاری کنه. بله. دم اما در خصوص این که خدای متعال وقتی که خواسته بیای ما رو موعظه کنه، چرا از زبان لقمانی کار رو کرده؟ نکنین. اولا بخاطر این که برای ما بفهماند که چنین شخصیتی هم در بین بشر هست، یک بشر تربیت یافته. حالا جدایی از این که سلسله انبیا رو ما دادیم و اینها ما رو میان موعظه و ارشاد میکنن، از بین توده مردم هم او کسانی که خود رو در راستای تربیت الهی و بر سر کلاس تربیت انبیا و اولیا نشاندن، میشن مثل جناب لقمان. لقمان حکیم. اولا ببینید که در بین شما هم چنین الگوهایی هستن. تنها لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه نیست، الگوها متعددن، لقمان یکی از اونا. و از طرفی خدای متعال در عالم و در حقیقت و در این جهان هستی یک کارگزارانی داره. در قرآن میخوانیم که فالمدبرات امرا. خدا گاه میگه که الله یتوفى الانفس حین موتها، جان کسی که خواسته باشه گرفته باشه خدا جانی رو میگیره. اما گاه در قرآن میگه قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، جان شما رو حضرت عزرائیل علیه السلام میگیره. یک جا ربط به خدا داره، یک جا ربط به عزرائیل داره. حضرت عزرائیل هم کارگزار خداست. خدا خود آمده ما رو پند داده، گفته انی اعذوکه، ای بشر من دارم تو رو پند میدم. در کناری که خدا ما رو پند میده، پیغمبران الهی هم دارن ما رو پند میدن، ما رو دارن اندرز میکنن، انتقومو لله که عرض کردم. و در کنار این که انبیا و اولیا دارن ما رو نصیحت میکنن، خدای متعال گاه این پند و اندرز رو از زبان یک بشر معمولی که تربیت یافته هست داره به ذهن بر ما ارائه میکنه، از باب این که خدای متعال در هر کاری و در هر امری یک کارگزارانی داره. کنه شما تصور کنید لقمان همین کارگزار الهی است، در پس آینه توتی صفت هم داشته اند، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم، جناب لقمان بلنگوی الهی شده. او چیزی که خدا مسته بره ما و شما برسونه، خدا از طریق لقمان آمده به ما رسونده. بله. ما در قرآن نمونه های فراوانی داریم. گاه حضرت سلیمان نبی با او همه عظمت از یک مورچه پند میگیره، در اون ماجرایی که در سوره مبارکه نمل هست. بله. تا سلیمان و لشکریان دید اون بزرگ مورچگان، قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم، همه بریم به خانه های خود، لا یحتمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون، نشه ای زرق و برق سلیمان و دولت و حکومت او رو ببینیم، دیگه ما فردا تو از کجا پیدا کنم بیا یک دانه رو به دهن بگیری و مسافت ها با خود ببری. نه؟ باد که مأمور خدا بود این رو به گوش سلیمان رساند، فتبسم ضاحکاً من قولها، از کلام او یک لبخندی بر لبان حضرت سلیمان نقش بست و تشکر کرد که خدایا با همین مورچه و کلام او هم داریم سلیمان رو پند و اندرز میدیم. بسیار عالی جناب استاد بزرگوار، بسیار بسیار از صحبت‌های شیرین شما استفاده کردیم، ولی در این جلسه ما بدهکار بینندگان عزیز و گرامی شدیم که به اصل مطلب که اون موعظه های حضرت لقمان هست در این سوره به اسم سوره لقمان در قرآن کریم نرسیدیم، و از شما قول میگیریم که انشاءالله هفته آینده
در همین برنامه و همین جا و همین ساعت این مطلب ادامه بدیم تا جان ما از کلام وحی و از موعظه هایی که قرآن کریم از زبان لقمان حکیم برای ما نقل کرده با نشاط شود، فربه شود و دل ما انشالله که صیقل پیدا کنه. سپاسگزاریم از شما. همینطور شما بینندگان عزیز و گرامی هم تا هفته دیگه فرصت دارید که قرآن باز کنید، این سوره را بخوانید. نکات کلیدی اگر در ذهنتان هست، سوالی اگر در ذهنتان هست درباره این موعظه ها، از طریق مثبت 964-780-255-4013 و ما بفرستید. ما پس منتظر مطالب و سوال های شما درباره این برنامه، یعنی موعظه ها و نصیحت های حضرت لقمان هستیم، همراه با کارشناس محترم جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد روحانی. شب خوب و خوش و آرامی را برایتون آرزو میکنیم. الله پاک یار و نگهدارتون باشه.